رسول صلی الله علیه و سلم دید که یک نفری داره نماز میخونه، نمازشو تمام کرد، فرمود که بیا اینجا. آمد فرمود که ارجع فصل فانک لم تصلی، برو برگرد نماز بخون که تو نماز نخوندی. نماز خو خوانده بود، چطور نماز نخونده؟ برگشت و خواند، باز فرمود بیا، فرمود ارجع فصل فانک لم تصلی. دو سه بار او را پس فرستاد، درست نمیشه. بعد او را احضار که کرد بار آخری، فرمود بشین و گوش بده، و سپس نماز را از اول تا آخر برای او توضیح داد. فرمود یکی از شماها نماز خود را به تأخیر می اندازد تا اینکه خورشید بر شاخ شیطان بنشیند، یعنی در لبه کوه، برای اینکه بیفته پشت کوه و غروب بکنه نماز عصر رو مثلا. بعد به مانند مرغی که منقار بر زمین میزنه میره که من نماز میخوانم. فرمود تلک صلات المنافق، این نماز منافق است. فرمود بدترین دزد آن است که از نماز خود دزدی میکنه. چطور از نماز دزدی میکنه؟ از ارکان و از سنت ها و از ابعاد نماز میزنه. بنابراین نمازگزار این دوتا خصلت اگه داشته باشه، باقی اوصاف نمازگزاران بسترش فراهم میشه که در خودش ایجاد بکنه. بر نماز خود دائم باشد، یعنی پنج وقت رو پایبندی بکنه، و بر نماز خود حافظ باشد. فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، حفاظت بکنی از نماز خودش، یعنی نماز رو درست انجام بده از اول تا آخر. آن که این اوصاف را داشته باشد، اولئک فی جنات مکرمون، اینها در جنت اکرام می شوند. در سوره مبارکه یاسین الله سبحانه و تعالی در مورد اون شخصی که آمد و دفاع از اون نبی کرد و مردمی آمدند او را کشتند و او از شهید شد و از دنیا رفت، که گفته شده حبیب نجار بوده او در بعضی از کتاب ها و تفاسیر، زمانی که فوت شد الله سبحانه و تعالی از حال او برای مردم دنیا سخن گفت، از زبان او، یعنی او اگر الان می آمد با مردم اینطوری حرف می زد. فرمود این گونه می گوید: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من می دانستند که چگونه ربم مرا بخشید و مرا از جمله مکرمین قرار داد. اینها در جنت گرامی داشته می شود. جهنمیان وقتی که نگهبانان جهنم رو میگن که ربتون رو بخوانید که به ما تخفیف بده، الله سبحانه و تعالی میفرماید که به اینها باید اینطوری گفته بشه و گفته خواهد شد که ذق انک انت العزیز الکریم، با طعنه بچش که تو بس عزیز و گرامی هستی، یعنی تو لیاقتت این بود که عزیز و گرامی باشی ولی نخواستی، حالا اینجا باش. الله هم من و شما رو معاف بکنه، از سر تقصیراتمون بگذرد و روز قیامت هم ما را از این سختی ها برهاند و در پناه خودش قرار بدهد، و ما اقرار میکنیم که بی طاقت و ناتوان هستیم و بسیار محتاج به مغفرت تو هستیم. یا الله بارک الله فیکم. هذا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.